ایران ما نیز از آن دست کشورهایی است که ارمغان بسیاری از این دست آفریده ها را داشته و دیگر کشورها نیز از آن بهره جستند. اما چون از دوران پیشین جز گفته های فردوسی و تنی چند از تاریخ نگاران یونانی و رومی چیزی نداریم، ناگزیر بیشتر با نگاه بر آثار برجامانده از کتیبه ها، نگاره ها، سنگ نوشته ها می توان گمان برد که ساز از دستاوردهای مهم آن دوران نیز بوده است. استاد طوس در زمان پرداختن شعرهای حماسی در دوره اشکانیان چنین سروده اند: چو کوتاه بود شاخ و هم بیخشان، نگوید جهان دیده تاریخشان. از ایشان جز از نام نشنیده ایم، نه در نامه خسروان دیده ایم. آنچه از دوران اشکانیان برجاست نام گوسان یا کوسان است که در آن دوره به خنیاگران یا نوازندگانی گفته می شده که با ساز خود به داستان خواندن از شاهان دادگر و پهلوانی مردان و زنان یا بخشی از یک رخداد تاریخی می پرداختند. در دوره هخامنشیان ایران باشکوه به روند کمانندی در داد و ستد در گستره ساتراپی خود دست یافت. آمیختن فرهنگ ها در آن روزگاران ارمغان دانش و کاردانی دیگران را نیز برای ایرانیان به همراه آورد. ایران بر شاهراه روزگاران ایستاد و با آداب، اخلاق، زبان و فرهنگ ها در آمیخت، آموخت، باربر کرد، افزود و هم یاد داد. بایروزمان با هنر باشید.